اولا چه خوب است که پیش از اینکه به اصل مطلب بپردازیم یک تعریفی داشته باشیم از نظر لغوی و اصطلاحی در مورد مواد مخدر و مسکرات. دو جمله هست، یکی تعریفی مسکرات است یعنی خمر، شراب. در نظر از نظر لغوی برش میگن الخمر ما خامر العقل، آنچه که عقل انسان را تحت پوشش قرار میده و عقل انسان را میپوشانه او را برش میگن خمر. اما از نظر اصطلاحی کل ما یسکر قلیله و کثیره حرام، هر آن چیزی که انسان را از حالت عادیش تغییر میده، مست میسازه انسان، عقل انسان پوشش قرار میده، برای اوزو خمر گفته میشه. برابر است که از انگور ساخته بشه، برابر است که از جو ساخته بشه، برابر است که از خرما ساخته بشه، از هر چیزی که ساخته بشه. این تعریف تعریفی خمر است، یعنی مو شراب به اصطلاح ما شما. اما مواد مخدر یک تعریفی جداگانه داره. در مورد مواد مخدر از نظر لغوی مخدر ماخوذ از خدر است که به معنای زوف و تنبلی و سستی محسوب میشه. یعنی انسان هایی که از او استفاده میکنن همیشه کسلن، ضعیفن، سستن و تنبل هستن. در اصطلاح عبارت از اون موادی است که انسان استفاده میکنه که در نتیجه اون همه عواملی که در لغوی گفته شد در او پیدا میشه، انسان ضعیف ساخته میشه، سست میشه، تنبل میشه. برای این میگن مواد مخدر. اما او چیزهایی که در تحتی خمر و یا مثلا مخدرات شامل است، پیامبر علیه السلام میفرمایند کل مسکر حرام، هر مست کننده و نیشه آور حرام است. ما اسکر قلیله و کثیره سوا، آنچه که انسان را مست میکنه از حالت عادیش تغییر میده، چی زیاد باشه و چی کم باشه، او حرام است، استفاده اون برای انسان درست نیست. در شرایط کنونی تقریبا این قضیه برای بسیار از عزیزان ما پوشیده شده. فکر میکنن که تنها به اسم واژه شراب، یک نوشیدنی اگر به نام شراب هست، میگن حرام است، در حالی که خیلی چیزهای دیگری است که تحت این عنوان داخل است ولی مردم ممکن از او استفاده بکنن به صورت نادانی. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند زمان و یأتی علی امتی یشربون الخمر یسمونها بغیر اسمها، زمانی بر این امت فرا میرسد که اینها شراب را مینوشن، استفاده میکنن، ولی نامش تغییر میده. همه اون گپ مشهور که میگه نامش نگیر پرتو شنیدی نه استاد؟ بله 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 واقعا این قضیه ما در چنین شرایطی قرار داریم. امروز انواع با اقسام متعددی به نام تحت عنوان نوشیدنی ها و انرژی ها استفاده میشه، در حالی که در ازو بعضی جوانان پرسان میکنه، میگه والله 1% داره، 2% داره، چند فیصد داره، در ازی چند مخلوط است، در ازو چند مخلوط است. برادران عزیزم، خواهران عزیزم، ما اسکر قلیله و کثیره سوا، آنچه که انسان را مست بکنه، تغییر بده، عقل انسان را بپوشانه، در حالت عادی انسان یک تغییر ایجاد بکنه، چی کم باشه چی اضافه باشه. نگویید که والله یک قطرگک بود یا دو قطره بود یا 1% مخلوط داره یا 2% مخلوط داره، هر چی که هست کم باشه یا اضافه باشه تحت عنوان شراب داخل میشه و از نظر اسلام حرام است. حالا برابر است که شما ایره به عنوان آب جو استفاده میکنه کسی، به عنوان آب خرما استفاده میکنه یا به عنوان دیگری. ما حدیث داریم که حضرت عایشه صدیقه رضی الله تعالی عنها میفرمایند پیامبر صلی الله علیه وسلم خرما را در آب مینداخت ولی از 3 روز اضافتر نمیگذاشت که بشه. اگر از 3 روز اضافه میشد دیگه او را استفاده نمیکرد. چرا؟ در حالت تبعیض و یک تغییر ایجاد میشه، به اول لحاظ رسول الله صلی الله علیه وسلم را استفاده نمیکرد. امروز زیر عنوان آب جو، آب خرما، نوش انرژی باب ها، نوشیدنی ها یا مختلف میبینی که جوانان ما را متاد ساخته، مشغول ساخته. شراب میخوره طرف ولی نمیفهمه که شراب میخوره، گناه میکنه ولی نمیفهمه که گناه میکنه، جنایت میکنه ولی به نام دیگری. امروز خیلی چیزا رو میبینی که اسمش تغییر دادن، بی حجابی را به نام فرهنگ و تمدن گذاشته. همینطور دیگه نیست، مثلا کارهای خیلی نادرستی دیگر رقاصی را به نام هنرمندی گذاشتن. همون ترتیب است، یک زن با حجاب میگن یه قب مانده است، یک بی حجاب میگه بسیار با فرهنگ است، پیش رفته. چند واژه انگلیسی هم اگر استفاده کرد خب میگه خب این دیگه بالکل خیلی کلاس بالاست. بنا ان
این چیزهایی که اگر کم باشه، اضاف باشه، تحت هر عنوانی که باشه، اگر در صورتی که کسی میدانه که واقعا در ازی مخلوط است، مواد مست کننده است، مواد حرام درش مخلوط است، نادرست است برای انسان استفاده کردن، زیر هر عنوانی که است. بخش دوم که مخدرات است، او هم خیلی بسیار مهمه قضیهش. بعضی عزیزان ما فکر میکنن که مخدرات فقط تنها به تنها نمو تریاک است، مواد مخدر هست، در حالی که تحت عنوان خیلی چیزها شامل است. امروز بسیار از جوانان ما معتاد به چرس شدن، بسیار عادی هم خیلی عادی استفاده میکنن. وقتی که برش بگی چرا استفاده، میگه که چرس خب گناه نداره. نی یک شعر کفری هم میخوانن، میگن که به اصطلاح چیم چرسی بزن که موسی در رود نیل زده باشه و فلان در کجا و کجا، از پیش خود ساختن بعضی چیزهای العیاذ بالله با منظرت العیاذ بالله العیاذ بالله. هم توهین به پیامبر میکنید، هم به بزرگان گذشته و هم این گناه را استفاده میکنن. هیچ کسی در قضیه اختلاف نظر نداره که چرس از جزء مخدرات محسوب میشه و از نظر اسلام حرام است، هر کسی که استفاده میکنه، کمش اضافه استفاده میکنی یا زیادش. چرا؟ شاید ممکن بعضی از چرسی ها را دیده باشین. بله میگه که در یک زمان یک ملا هم چرس میزد در لابلای برنامه، بعضی چیزا برادر خسته نشه حکایت میکنن. بله خب تو چرا چرس میزنی؟ گفت که یگان مسلمان بین ملا هم پیدا میشن. برای خود قصه های ساختن. بله برای خود. برش بگه چرا چرس میزنی؟ میگه چرس خب مشکلی نداره از نظر اسلام، گپی نیست. در حالی که اکثریت همه میدانید که کسی که چرس میکشه حالتش تغییر میکنه، نشه میشه، چشمهاش دیگرگون میشه، چشمهاش تغییر میکنه، خنده های بیجا میکنه، حرکات بی ادبی انجام میده، حتی نمیفهمه به خود تا یک مدتی به اصطلاح برای چند دقیقه‌ای که تا پس دوباره به حال میاد. این چرس هم تحت عنوان مخدرات داخل است. بیا مرحله دوم میشه چیز عادی تر از این به نام قلیان، به نام سیگریت که جوانای ما امروز خیلی عادی استفاده میکنن. جوانان عزیز، اسلام برای منفعت بشریت آمده نه برای ضرر. لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام تحت این قاعده و تحت این حدیث داخل است. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه در دین نه حق داری به خودت ضرر برسانی، نه کسی حق داره به تو ضرر برسانی. یعنی خودت هم حق نداری برای خودت ضرر برسانی و کسی دیگه هم حق نداره برای شما ضرر برسانه و شما هم حق ندارید برای کسی دیگه ضرر برسانی. آیا امروز برایید از اطباء پرسان بکنید، از متخصصین پرسان بکنید آیا در استفاده از سیگریت ضرر وجود داره یا نداره؟ امروز اکثریت بین نظرن که سرطان زاست. خیلی کسایی که مرض سرطان دارن میگن بیشتر ممکن کسایی هستن که از سیگریت استفاده میکنن. بنابراین چی نیازی است که انسان به دست خود رو بگیره تک تک و پارچه پارچه بکنه؟ برو یک گامی ازش پیشتر، چیزی دیگری به نام ناس یا نسوار استفاده میکنه، خیلی عادی در زندگی استفاده میشه، خیلی عادی. یعنی پدر مادر در پیش روی فرزندانش ازش استفاده میکنه، بر علاوه او جهتش که چتلیست، کسافت است، چقدر انسان ازش متنفر میشه، قضیهش یک طرف بگذار. نزاکتن اخلاقاً یک مسلمان نباید این را انجام بده. ضرر جانی داره، ضرر مالی داره که باز در بدن بر او قضایش میپردازیم. بناهن در مخدرات هم مواد مخدر هم چرس داخل است، بیا تا پایین ترین درجهش سیگریت و نسوار اینا داخل است. نباید کسی از این قضا استفاده کنه. متاسفانه مشکل ما امروز اینجاست که بسیار از علما سیگریت میزنن، خیلی از علما نسوار استفاده میکنن، در حالی که رسول الله صلی الله علیه وسلم میفرماین کسی که سیر میخوره، پیاز میخوره در اجتماع ما حاضر نشه. چرا؟ از دهانش بوی بد میده. اسلام خود دین طهارت و نظافت و پاکیزگی است، دین نزاکت است. و بعد رسول الله صلی الله علیه وسلم می فرماین ببینید 1400 سال قبل این قضایا مطرح شده، چقدر رسول الله اهمیت می داده برای نظافتی، هم برای نظافتی بدن، محیط زیست، برای خود، برای دیگران. میگه لولا ان اشق علی امتی، اگر بر این امت مشقت نمی بود، سختی نمی بود، من دستور می دادم لامرتهم بسواک، اونها رو امر می کردم برای مسواک استفاده کردن در شبانه روز 5 مرتبه، یعنی در وقت هر نماز، هر وضو ساختن برای اونا دستور به مسواک میداد. و تو چطور وارث رسول الله هستی؟ به مسجد امامت هم میدی و نسوار به دهانت، به هر طرف هم انداخته روان هستی، کلا لازم نیست که ما رو توضیح بدیم، همه میدانن. یا سیگریت استفاده میکنی و
و تو جوانی که ادعای پاکی و طهارت و نظافت داری، ادعای روشن فکری داری، چرا برای خودت ضرر میرسن؟ چرا از سیگریت است؟ این فرهنگ نیست، این تمدن نیست، این کلاس دادن نیست برای دیگران که یک کسی برای قلیان بزنه یا مثلا چرس بزنه یا برای مثلا سیگریت بزنه. امروز الحمدلله جامعه ما بیدار شدن، اکثریت دختران ما، اکثریت خواهران ما حتی جستجو میکنه. با جوانی که ببینم معتاد است با مواد مخدر، با قلیان، با سیگریت، با چرس، نسوار، حاضر نیست با او ازدواج بکنه. همه مردم متنفرن از اینا. بناهن برادران و خواهران عزیز، اینها در تحت مواد مخدر و مسکرات شامل است و ای بود تعریف و انواع مواد مخدر است. حتی یک رقم پاکت های خاص دیگه ای آمده که بنامه پان چیزا استفاده میشه که باییم آلت واقعا من تغییر میتر. به هر حال یعنی چیزی که برای انسان نفعی نداشته باشه، سر تا سر ضرر باشه، پولی که برای پاکت سیگریت و نسوار میدی، پان میدی، چرا مرو برید یک چیز مفید استفاده نمیکنی؟ حتی اقل که برای نفعی داشته باشه، چرا خودیت به دست خودی تکه تکه میکنی؟ میگن بیعقل کیست؟ میگه بیعقل کسیست که تیشه به ریشه خود میزنه. از این انسان دیگه جالتر چه کسی باشه؟ یعنی در شرایط کنونی استاد عزیز، اگر شما وقتی این حالت معتادین رو میبینید، باز هم میبینید که جوان معتاد میشه، دیگه فکر کنید که از این انسان کوردلتر دیگه کسی نباشه. بنابراین این بود تعریف مواد مخدر و انواع مواد مخدر و مسکرات از دیدگاه اسلام است.